خب بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز یک شنبه هست، 22 اسفندماه 1400، جلسه هشتم درس روش عناصر محدود در خدمت عزیزان هستیم. درس ما عمدتاً پیرامون حل مسائلی هست که پیشاپیش سیستم مورد نظر، سازه مورد نظر، شبکه آب مورد نظر، شبکه برق مورد نظر، شبکه خرپای مورد نظر یا شبکه دیوار مورد نظر پیشاپیش به یه تعداد المان تقسیم شده و معادله حاکم بر فیلد وریبل یا استیت وریبل یک معادله جبری هست. من مجدداً صورت مسئله شبکه برقی رو خدمت عزیزان بازنویسی میکنم، سعی میکنم با یک زبان متفاوتی به نکات جدیدی توی این مسئله هم اشاره داشته باشم که فضا رو آماده کنه برای موقعی که میخوام یک خرپار با استفاده از روش عناصر محدود تحلیل کنیم. یه شبکه برق داشتیم که این شبکه برق صورتش به این صورت بود که در مجموع یک شبکه بود که متشکل از 4 المان بود. این المان ها عمدتاً برای نامگذاریشون ما اختیار عمل داشتیم، یعنی امکان داره که ما به تعداد دانشجویان حاضر در کلاس نامگذاری متفاوت داشته باشیم از این شبکه 4 عضوه. در پاسخ به این سوال که بین این گزینه‌های مختلفی که امکان نامگذاری شبکه 4 المانی در ذهن متصور هست، کدومی از اینها از همه افیشنت‌تر هست؟ حالا قطعاً مستحضر هستید که یک شبکه متشکل از 4 المان سی پی یو تایم مورد استفاده برای اینورس کردن سیستم استیفنس میتریکس زمان زیادی نمیبره، ولی اگر چنانچه یک مجتمع مسکونی یا یک مجتمع تجاری متشکل از یک شبکه برق داشته باشیم، اون موقع تعداد المان ها به طرز معنیداری، به طرز سرسام‌آوری تعدادشون زیاد میشه و عملا این نامگذاری خودش یک معذری میشه که بهترین نامگذاری برای حل مسئله چی هست. به طور کلی کتابی رو خدمت عزیزان معرفی کردم که کتاب جیبی هست، 1984 نوشته شده، تعلیف آقای سیگرلینده، که توی این کتاب اشاره داره به این مطلب که از بین گزینه‌های مختلف برای نامگذاری گره‌ها و نامگذاری المان ها اون نامگذاری به این هست که سیستم استیفنس میتریکس از بیشترین انتری صفر برخوردار باشه که عملا ما برای اینورس کردنش بتونیم از رشای میونگور استفاده کنیم. این نامگذاری المان ها بود. بعدش نامگذاری گره ها رو داشتیم. نامگذاری گره ها هم به این صورت بود، این گره 1 بود، این گره 2 بود، این گره 3 بود و بالاخره این هم گره 4 بود. نامگذاری گره ها به صورت عدد و نامگذاری المان ها در داخل پرانتز. اطلاعاتی که از این شبکه به ما داده شده
تقسیم به ما داده شده، یعنی 14 عدد برای مقاومت ها داده شده، نحوه اتصال این مقاومت ها هم به هم داده شده که چجوری این شبکه به هم متصل شدن و شرایط مرزی هم به ما داده شده. یعنی ما اگر شرایط مرزی مثلا به ما ندن، مثل این هست که تو دنیای واقعی یه شبکه داریم که به جای بس نیست، از جایی تغذیه نمیشه، در صورت موضوعیت نداره حل هم شبکه به جای بس نیست، اصلا جریانی توش اتفاق نمیفته. در گره یک به ما ولتاژ داده شده معادل 20 ولت و در گره 4 هم ولتاژ ما داده شده و معادل 0 ولت. حالا من به خاطر میخوام شکل شلوغ نشه دیگه مقدار مقاومت هایی که باید هر کدوم از اینها R1, R2, R4, R3 هست دیگه روش نمی‌نویسم، ولی میدونیم که مقدار مقاومت هم بر حسب او به ما داده شده. قدم هایی که باید بر می‌داشتیم سریع اشارتی بهش داشته باشیم. استر یک بود که تجزیه دامنه آسفالتی بود که شده پیش را پیش، 4 درمان داریم، 4 تا هم گره داریم. استپ 2 این نکته جدیدی که میخوام اشاره کنم به قدم دومی که باید برداشته بشه که شاید بستر رو آماده کنه برای حل مسائلی که به ترتیبی مختصات این گره ها مهم میشن، این است که هم در مسئله شبکه فنر هم در شبکه متشکل از مقاومت هم در شبکه که بعداً حل میکنم شبکه آ، مختصات این گره ها مهم نیست که این شما حالا قبول یکی گفتش که شما الان این تکه رو که اینجا هستش میتونستین اینجوری نکشید، میتونستید مستقیماً این به این بس کنید اینجا شیم سیم بذارید، یعنی عملاً این توپولوژی که میبینید خود کشیدن این شکل تابلو هم اختیاریه، یعنی فقط کافی شما کانکتیویتی رو رعایت بکنید، ولی اینکه چجوری این سیم ها رو بکشید با چه خط خالی بکشید مهم نیست. مختصات برای این مسئله و برای مسئله شبکه آب و برای مسئله شبکه فنری که خدمتتون دادیم مهم نیست، ولی موقع به شبکه خط ما میرسیم علتی که مختصات نقاط مهم میشن چیه؟ چرا ما باید دغدغه مختصات نقاط رو داشته باشیم در حالی که اینجا و شبکه آب و شبکه حالا فنر با یه احتیاطی باید بگیم، چون شبکه فنر اونجا مثلا یه بودی بود. برای شبکه برق و شبکه آب که استیت وریبل یا فیلد وریبل ما ولتاژ یا میدان فشار هستند موضوعیت نداره، ولی برای شبکه خرپا فیلد وریبل ما دیسپلیسمنته، یعنی موقعیت گره ها تو مکان استیت وریبل ما هست، پرایمری وریبل ما هست و اونجا چون پرایمری وریبل ما خودش جا به جای گره ها هست، ناخود آگاه مختصات مهم میشه و بعد یه بحث جدیدی مطرح میشه تحت عنوان لوکال کوردینت سیستم ورسس گلوبال کوردینت سیستم. اینجا الان من اگر تحت اونجا یه سیستم مختصات بکشم خیلی مهم نیست که حالا این سیستم متصاده قرار هست کار کنه، یا حتی این رابطه که اینجا می‌نویسیم میگیم interpolating function over a typical element as a function of x مساوی
مساوی با سمیشن آی از یک تا دوی شیل فانکشن ها روی المان در نودال ولیو های المان. حتی این رابطه هم بعضی از مراجع توضیح میکنه اصلا موضوعیت نداره نوشتن این رابطه، چرا که ما مستقیما موقعی که از رابطه وهم استفاده میکنیم دیگه تقریبی تو رابطه وهم تا آنجا که به قانون وهم مربوط میشه وجود نداره که حالا ما بخوام بیام تابع رو روی المان تقریب بزنیم، یا توی شبکه فنر رابطه هوک دیگه خودشه رابطه هوک جزی که حالا بچه سازه پیشنهاد به ما بدن که اگر چنانچه یه فنر رو از ناحیه غیر ارتجاعی بیشتر کشش آوردیم و بیشتر فشردیمش که مقدار رزیجوال دیسپلیسمنت یا رزیجوال استرین داخلش باقی مون، ما چجوری باید اون رو مدل بکنیم. یه بحثی هست که مربوط به کلاسیک انالیسیس آف استراکچر میشه که عملا بیشتر تو حوزه عزیزان ما در رشته سازه میگنجه. تا آنجا که به قانون قوم یا قانون خوک یا قانون دارسی یا قانون فوریه مربوط میشه عملا این قوانین دیگه خودشون هستن، جزی که ما بیایم مقررات رو عوض کنیم، یعنی بگیم قانون ما دارسی نیست نه دارسی، یا قانون ما قوم نیست نه قومه و غیره زاده. فکر کنم تو دستسیده دوستان به نهان قانون حکم خیلی حق داره گفتن دارن که شنیدنی هست به لحاظ ارتباطی که بین تنش و کرنش و هر دوتاش هم یک تانسور یک کمیت تانسوری هستن موضوعیت. البته یه اشاره خیلی خیلی خفیه خیلی خیلی حاشیه‌ای داشتیم که اگر چنانچه که علاقمند هست که بره در این نقطه ولتاژ حساب بکنه که هیچ وقت علاقمندی حاصل نمیشه، مثلا اینجا مبدا این بگیره بره مختصات نقطه رو توی این رابطه بذاره با رعایتی که شیل فانکشن نسبت به این نقطه نوشته شده و عملا بره مقدار ولتاژ رو در این نقطه خارج از گردهای مواصفاتی به دست بیاره. استپ 3 گفتیم اپلیکیبل نیست، چرا که معادله حاکمه ما جبریه و ضرورت نداره که ما بریم دیفرنشیال فرمولیشن رو تبدیل به ویتد اینتگرال فرمولیشن کنیم. استپ 4 باید میمدیم خواص المان رو حساب میکردیم که تو قانون دو شبکه فن از قانون هوک استفاده کردیم، توی این شبکه از قانون هوم استفاده میکنیم. انشاءالله مرحله بعد میخوایی مسئله یه شبکه آب رو حل بکنیم با استفاده از فن فرمن از قانون دارسی و اسباخ استفاده خواهیم کرد. استپ 4 باید بگیم خواص المان رو حساب کنیم. خواص المان متجردی شد در این رابطه که element stiffness matrix ضرب داره بردار element nodal values مساوی با بردار، حالا این فکر میکنم با f کوچیک هم روشنش داریم مرحله element vector of element forcing function. استپ 4 به دست آوردن این رابطه جبری یا این سیستم معادلات جبری خطی همزمان برای المانه. اگر وسوسه شدیم یه موقع شیطون گولمون زد گفتیم همینجور شروع کنیم این مسئله رو حل بکنیم و ولتاژ در گره‌های ابتدایی هروازی رو به دست بیاریم، این شیطون علکی گولمون زده، چون این معادله دو معادله هست و چهار تا مشهور داخلش. این مشکلات عمدتاً اگر چنانچه مفصل یه المان نمونه رو برای دوستان بکشیم که بگیم مشکلات چی هستن در قیاس المان، اگر این المان گروه به اصطلاح نمادین ای باشه این هم نامگذاری گره ها، این ولتاژ در این هستش بی یک ای، اینجا هم هستش بی دوی ای و بعد این هم می شود آی یک ای و
و این هم می شود قاعده ویژک و ویدو پرایمری ما هستن و یک قاعده هم سکنده. چهار تا مشغول داریم و چهار تا مشغول نمتونیم حتی اگر اینکه منفرد نبود. حالا بدبختیش به این هست که اینجا به دو دلیل ما نمتونیم این سیستم رو حل بکنیم، هم به دلیل که تعداد معادلات و تعداد مشغولات یکی نیست، هم به دلیلی که این استیفنس میتریکس ما در مقیاس المان سینگولاره، یعنی دیترمینان صفره. اگر بریم به استپ 5 که بخوایم اسمبلینگ رو انجام بدیم، اسمبل المنت پروپرتیز و آبتین سیستم پروپرتیز، عملا مسئله ما میشود سیستم استیفنس میتریکس، دیگه سوپرسکریپت ای برداشته میشه، ضرب در وکتور آف سیستم نودال ولیوز. دقت بفرمایید دوستان، در مقیاس المان نامگذاری بردار نودال ولیوها لوکاله، ولی موقعی میام در مقیاس سیستم این نامگذاری برداره گلوباله. یعنی اینکه اگر من خواستم وی رو در مقیاس المان بگم چی چی هست، میگم این هستش وی یک ای، این هم هستش وی دوی ای. این یک و دوی ای که به صورت سابسکریپت اینجا نیستن لوکال هست، گلوبال نیستن. ولی موقعی که اینجا میخوام شروع کنم این بردار وی رو برای سیستم بنویسم، این دیگه عملا بردار وی در قامت سیستم یک برداری است که تعداد سطراش معادل تعداد گره ها است و ستون شمیه دوست، یعنی هم از میشه وی یک تا چقدر وی چار. این یک و دو و سه و چار گلوبال هست، ولی این یک و دو چیه؟ لوکالشون وصل به این المانه ای، ولی اینجا المانی وجود نداره که اینجا بعض لوکال گلوبال گلوبال حتما باید نکرد. این هم چیز دوباره این رابطه هم که نگاه کنید، اگر وسوسه بشید شیطون گولتون بزن بگید خب دیگه حالا اینجا که میتونیم بریم حل کنیم، باز اینجا هم به دو دلیل نمیتونید حل بکنیم. بعض اوقات بعض از دلیل‌ها دیگری رو هم اوورول میکنه. حالا منظورم از اوورول چیه؟ توی این مسئله به دو دلیل نمیتونید مسئله حل کنید. دلیل اول این هست که تعداد معادلاتتون با تعداد مشغولاتتون برابر نیست، تعداد مشغولاتتون خیلی بیشتر از تعداد معادلاتتونه. دلیل دوم سیستم استیفنس میتریکس هم منفرده، سینگولاره، دیترمینان صفره. حالا ممکنه تو بعضی از مسائل که سینگولار نشه، اون دلیل تعداد مشغولات که بیشتر از تعداد معادلات هست اوورول میکنه سینگولاریتی رو و عملا باعث میشه که ما نتونیم این سیستم رو حل بکنیم به دلیل اینکه تعداد معادلات بیشتر از تعداد مشغولاته. این مفهوم فیزیکی تعداد مشغولات بیشتر از تعداد معادلات، یعنی عملا این شبکه به جای بس نیست، یعنی اصلا مسئله وجود نداره. چون وقتی مسئله وجود میاد که شدت جریان رو بود بکنه، موقعی که این شبکه به جای بس نیست چجوری میتونه شدت جریان درش به وجود بیاد؟ یعنی عملا یه جورایی برای ما رشته سازه که همه همون مشترکن تو کارشناسی درست سازه رو داشتیم، این بحث ناظر برای از که وضعیت تکیگاه ها چجوریه، یعنی به کجا چجوری به گهواره نهاییش بس شده این شبکه. استپ 6 بعد میسید یه اشاره هم بکنم به روش دومی که برای اسمبلینگ وجود داره و اون روش دوم هم بعضاً کدگذاریش خیلی راحت تر از روش اول. تو روش اول گفتیم ما میایم برای هر کدوم از عناصر ارتباط بین لوکال کوردینت سیستم و گلوبال کوردینت سیستم رو تدوین میکنیم
یعنی عملا برای هر المانی element stiffness matrix رو می‌بینیم، سطح ستون‌ها رو شناسایی می‌کنیم تو گلوبال و بعد می‌گیم تشریک مساعی این المان به گلوبال stiffness matrix باید به توی خونه ها بشه. یه گزینه دیگری که توی assembling می‌تونیم مد نظر بفرمیم قرار بدیم ناظر بر این هست که بگیم ما می‌آییم برای هر المانی یک element expanded stiffness matrix می‌سازیم. یعنی چی؟ یعنی میام می‌گیم توی این مرحله‌ای که می‌خوام assembling را انجام بدیم تست 5 میام می‌گیم ما برای المان یک این هستش element stiffness matrix for element number 1 میگیم یک حالا برای که این هم متفاوت بشه با خود element stiffness matrixی که قبلا داشتیم یه بار میذاریم روش. حالا ممکنه که بگید تفاوت بین بار بودنش و نبودنش چیه؟ اگه بار روش نمود دو در دوه، اگر بار رو گذاشتیم اسمش هم گذاشتیم element expanded stiffness matrix، عملا این کابار یک ماتریس چهار در چهاره، یعنی معادل تعداد گره ها. و بعد عملا این ماتریس چهار در چهار اول خونه هاشو با صفر پر میکنیم و بعد شروع میکنیم جانمایی میکنیم element stiffness matrix رو توی این expanded element stiffness matrix. این برای کابار یک، بعد کابار دو، بعد کابار سه، چون چهار درمان داریم دو چیز آخر کار میگیم K در مقیاس سیستم هستش summation E از یک تا number of elements کای بار ای. تو روش دوم هستم بریم میان برای هر المان یک element expanded element stiffness matrix یا expanded یعنی عملا میاییم این رو که دو در دو بود بازش میکنیم، میکنیم چار چار اونهاش هم با صفر پر میکنیم و بعد شروع میکنیم اون خونه هایی که باید تشریک مساعی این المان بشینیم داخلش میذاریم و بعد میگیم سیستم stiffness matrix میشود جمع این expanded element stiffness matrix برای المان های مختلف. باز ولی این هم کتاب آقای سیگرلین یک کد چند خطی داره و بدم نیست من تأکید آمیز بگم که الان تقریبا شما تو شبکه توی کتاب ها تو مراجع مختلف آلموست برای همه چی کد دارید، یعنی نباید وقتتون رو صرف نوشتن کد بکنید، صرف اسمبل کردن کدهای مختلف بکنید تا بتونید به سوال فاقد پاسخی که شکار کردید تو پیشنهاد در تحقیق چیکار کنید پاسخ بدید. اگر بخود برای هر ماجونی برای هر فرایندی خودتون شروع کنید کد بنویسید آخر کار دیگه رمقتون گرفته میشه انرژی براتون نمونه که شروع کنید کدا رو اسمبل بکنید. لذا با گشتن تو شبکه، با جستجو، با تلاش، با فعالیت میتونید این ماجولاریتی را لحاظ کنید برای فرآیندهای مختلف کدها رو چیز کنید، بعد کاستامایزش کنید به سمت نیاز خودتون، این کدها رو اسمبل بکنید، تجمیش بکنید و ماهی ریز درشتی رو از این آب گلالو بگیرید. استپ 6 اعمال شرایط مرزی. ما
ما باید شروع بکنیم این رو از سینگولاریتی خارج کنیم. اگه سینگولار نبود بگیم از این تعداد معادلات که بیشتر کمتر از تعداد مجهولات هست خارجش کنیم. اینجا تو استپ 6 که میگیم بریم شرط معزول اعمال بکنیم، داریم به زبانی بی زبانی بگیم که این شبکه چجوری به گهواره نهاییش بسته، این خربا که میخوایم تحلیلش بکنیم چجوری به گهواره نهاییش متصل. که این میشه مادیفاید استیفنس میتریکس. عملا که اپرایم دیگه سینگولار نیست موقعی که میریم شرط معزول اعمال بکنیم. ضرب در وی مساوی با اف پرایم. دو تا روش برای درگذر از این به این هم خدمتتون گفتیم. و اگه من چنانچه بخوام این رابطه رو باز شده شو بنویسم، چون در گره یک و گره چهار پرایمری برای برسلس با شده، باید بیام تو روش اول شروع کنم سطر یک و ستون یک رو صفر کنم و اون علمان بطری یک و بعد سطر چهار و ستون چهار رو هم صفر کنم و عناصر بطری رو یک و بعد هم باقیش هم خودش دیگه کارش نداریم. باقیش این میشه که دوی دو، این هم میشود که دوی سه که اونجا عدد چه داره اسمبل کردیم. اینجا میشه که سه دو، اینجا میشه که سه سه. این که پرایمی ما میشه این تو روش اول. این هم بردار نودال وریوها در مقیاس سیستم و اخترین یا ویکتور آف سیستم مادیفاید فورسینگ فانکشن می شود. این باید مقدار بتا یک یعنی 20 رو بذاریم، مقدار نودال وریوی گره یک که 20، این رو باید مقدار نودال وریوی گره چهار رو بذاریم. حالا ما میتونیم اینجا هم برای که کانسیستنت باشیم این رو هم بتا چهار بذاریم. یادمون باشه که بتا یک 20 و بتا چهار 0. بعد باهای صفر کردن این جا اینجا رو بپردازیم، یعنی عملا اینجا بگیم F2. F2 چیه؟ F2 معرفه دومه که خودش تجمیع اسمبلینگ فورسینگ فانکشن ها در مقیاس المانه. منهای بتا یک ناشی از این ضرب در که دو یک، این جمله ناشی از صفر کردن این. این جمله هم که صفر شده باید باهاش بپردازیم، میشه منهای بتا چهار ضرب در که دو چهار. اینجا هم دو تا چیز صفر کردیم باید باهاش بپردازیم، میشه F3 منهای بتا یک ضرب در که سه یک منهای بتا چهار ضرب در که سه چهار. این نحوه اعمال شرایط معزی هست اگر چنانچه دیدگاه ما روش اول اعمال شرایط معزی به صورت اتوماتیک باشه. حالا اینجا خوشبختانه هر دو تو شرط معزی هم از نوع اسنشال بودن و ما به راحتی این کار رو انجام دادیم. اگر روش دوم بخوایم استفاده
این است که بیاین در گره هایی که مقدار پرایمری وریبل اسپسیفای شده عنصر قطری رو در یه عدد فوق‌العاده بزرگی ضرب کنیم. K1 چرا باید در عدد بزرگ ضرب بشه؟ چون مقدار پرایمری وریبل در گره 1 اسپسیفای شده، ضرب در دهان 15. باقیه هم کاری نداشته باشیم، خودش می‌نویسیم. K1 2، K1 3 و K1 4، هرچی بوده. چون گره 2 و گره 3 اعمال شرط مرزی نداریم، هیچ تغییری در سطح 2 و 3 به وجود نمیاد. این میشه 2 1، این میشه K2 2، این میشه K2 3، این هم میشه K2 4. و همینطور سطح 3، K3 1، K3 2، K3 3 و K3 4. موقعی که به سطح 4 رو میرسیم، چون مقدار پرایمری در گره 4 رو استثنا شده، باید بیایم عنصر قطری سطح 4 رو هم در یک عدد بزرگی ضرب کنیم. این میشه مودیفاید استیفنس ماتریکس ما. دقت کنید، اگر چنچه مدعی بودیم که همین شرط مرزی اعمال نشده، یه دفعه آموزه که اینجا داشتیم و یه دفعه آموزه که اینجا داشتیم نبودنشون و سینگولر بودن و سیستم با اعمال این دو عدد بزرگ که اینجا داشتیم از سینگولاریتی میاد بیرون. منطق استفاده از این روش هم خدمتتون جلسه گذشته گفتیم، این هم که B1، این هم که B2، این هم که B3 هست، این هم که B4. حالا میخوام ببینیم این طرف چه تغییر توی این بردار ثوابت به وجود میاد، به طوری که آخر کار اگر این سطح رو در این ستون ضرب بکنیم مساوی قرار بدیم، حاصلش بشه B1 مساوی با 40. گفتیم اینجا میان این رو در بتا 1 کای 1 1 ضرب در دهان 15 ضرب میکنیم. حالا ببینید چه اتفاق میفته. این سطح که ضرب در این میشه مساوی قرار میگیره، این ضرب در B1 میشه، به اضافه این ضرب در B2 میشه، این ضرب در B3 میشه، این هم ضرب در B4 میشه، مساوی قرار میگیره. و اگر طرفین رو این رابطه که به دست آوردید بر K1 بتوان ضرب در دهان 15 ضرب بکنید، این میشه B1، چون ضریبش همینه دیگه، این میشه B1. این عدد که بخشی برای این عدد بزرگی میشه میشه آلمان 0. این هم همینطور، این هم چیه؟ و به یک مسابقه تا یک رو بهتون دیگه. خوشبختانه تو این روش که من سعی کردم دقیقا زیر روش اول بنویسم، شما مالیفیکیشن ناشی از صفر کردن چیزی رو نخواهید داشت، خودش میشه. یعنی اینجا میشه عملا F2، اینجا میشه F3 و اینجا هم میشه به تا 4 K4 در 10 دهان 15. خواهش کنم این دوتا روی کرد در اعمال شرط مرزی رو هم مقایسه بکنید و این با ما هستش که کل کورس. یه سوال، اگر به جای B1 به ما آ1 داده شده،
یعنی پیش میاد دیگه به جایی که بی یک رو ما بدن آن یک رو بدن. باید اینجا چه کار میکردی؟ یعنی شرط مرزی اینجا اونا یک بود، یعنی سکندری برای ببینه داده شده بود، شرط مرزی چه کار همون چی بود؟ من یک لحظه باز شده یه ستون F رو براتون می‌نویسم که کمی توضیح بدم روی این نکته که اگر به جای ولتاژ ما شدت جریان تو المان یک داده شده بود باید چی کار می‌کردیم. بچه ها اگر دقت بفرمایید این F یک بردار چند در چنده؟ 4 در 1 دیگه. اگر بخوایم ببینیم باز شده این یعنی جزئیاتش که اینجا داریم بنویسیم چی هست، کانتریبیوشن ناشی از المان یک میشود آی یک یک، اینجا هم میشود آی دو یک. این کانتریبیوشن ناشی از چیه؟ المان یک. المان دو همونطور که تو شکل میبینید گلوبالش دو و سه هست، پس میره تو خونه های سطح دو و سه میشینه، میشه به اضافه آیه یک دو، اینجا هم میشود آیه دو دو. این هم کانتریبیوشن ناشی از المان دو. المان سه دو و چهاره، یعنی اینجا میشود آیه یک سه و اینجا هم میشود آی دوی سه. و بالاخره المان چهار هم سه و چهاره، یعنی میشود به اضافه آی یک چهار، اینجا هم میشه به اضافه آی دوی چهار. خب دوستان دقت بفرمایید که این باز شده عناصر بردار افه. اگر چنانچه من بخوام اینها رو به صورت گلوبال نامگذاری کنم، اینجا باید بنویسم چی؟ آی یک، اینجا باید بنویسم آی دو، اینجا باید بنویسم آی سه، اینجا باید بنویسم آی چهار. تفسیر فیزیکی این مطالبی که اینجا میبینید چیه؟ این نکته مهمه، چون بعض اوقات اگر فقط به ریاضی صرف اکتفا بکنی ممکن نتونید تشخیص بدید که من از شرط مرز مزنوع المان و اسپسیفای کردن سکندری وریبل در المان یک باشه اینجا باید چی رو چی جایگزین کنم. آیه هست شدت جریان در المان یک، یعنی عملا این آی یکی یک هم عدد یکی اونجا به ما داده شده. آی یک هست شدت جریان در المان یک، یعنی کافی شما اگر چنانچه این نکته ظریف دیگه هم برمیست، چون معمولا آدم موقعی که شروع میکنه فکر میکنه چیزهای دیگری هم به ذهنش میرسه. خواهش میکنم با چشم خریداری و انتقادی به این جمله که میخوام نگاه بکنیم. بچه ها امکان داره تو این مسئله به ما هر دو تو شرط مرزی رو سکندری بدن؟ باید با دلیل بگید نه، باید با دلیل بگید ها. اگر چنانچه فقط چشم بسته یا بدون فکر یه چیزی بگید کار از خودتون داره. الان خدمتون گفتم اگر چنانچه به جای بی یک به ما آی یک رو داده باشن این رو تبدیل میکنیم به چی؟ عددی که دادن. این هم هیچ کارش نمی کنیم، اینجا هم هیچ کارش نمی کنیم، اینجا هم هیچ کارش نمی کنیم. ولی برای گرهش ها که هنوز پرامیری به ما دادن این تغییر میدیم.
حالا من بهتون با استدلال میگم اگر چنانچه در این مسئله هر دو تو شرط مرزی سکندری و ریبر بود امکان پذیر نیست حل مسئله. میگی چرا؟ پاسخ همین است که اگر چنانچه آمده باشه مسئله به ما هر دو تو شرط مرزی رو سکندری و ریبر داده باشه اصلا این مانتریس سختی دست نمیخوره. موقع مانتریس سختی دست نمیخوره یعنی سینگولار میمونه. خب دست نمیخوره چون شما اطلاعاتی که بهتون دادن مربوط به بردار ثوابته. شما وقتی اینو دست میزنید که سکندری پرامری استثبات شده باشه. چیه؟ بهتر نه گرفتی؟ به قول آقای طاووسی افتاد؟ شما وقتی این رو مشمول دستکاری قرار میدید مادیفایش میکنید که پرایمری اسپسیفای شده باشه. اگر سکندری اسپسیفای شده که دست هم خوده. حالا آقای خانم مهندس غلامی یا دیگر عزیزان که تو گرایش ساز هستن به فکر شما میرن چون این بحث در مورد سازن مطرحه. اگر چنانچه برای یک مسئله تو سازه تمام شرایط مرزمون از نوع سکنداری بود و تو سازه هم 99 درصد اوقات استیفنس میتریکس هم در مقیاس المان هم در مقیاس سیستم سینگولاره که لازم نبود دست بخوره، تکلیف چیه؟ بعد چه تعبیر فیزیکی برای مترده که ما نمیتونیم هر دو تا شرط رو سکندری بدیم؟ تعبیر فیزیکی آیا مثلا مفهومش این هست که اگر چنانچه ما بیایم تکیگاه ها رو یه طوری بدیم که نیروهایی که تو تکیگاه وارد میشه به موازات هم باشن، یعنی تری فورس ممبر یا تو فورس ممبر اینا ایجاد نشه، یه همچین تعابیری باید در ذهن متصور باشه برای موقعی که نتونیم شرط مرزی رو هر دو داشت. الان اینجا میبینید اگه تو شرط مرزیمون از نوع سکنداری برای به رزب اسپای کرده باشیم اصلا این مانتیس سختی دست نمیخوره. یه خواهشی که دارم چون اعداد اونا رو دارید لطف بکنید بدینش تو خورد مطلب جلسه آینده که روز شنبه هست چی شد؟ این عددش خیلی نزدیک به صفر شد. دقیقا بعد موقع خیلی نزدیک به صفر میشه تو مخرج که کرامر بول انجام بدید فوق العاده. خب این هم انجام دادیش کنجکاویش رفته ارضا کرد. دیدید مثلا بعد از جملات سه تا کشف بود هم رفته دیترمینان این ماتریس حساب کرده با استفاده از مطلب دیده فوق العاده عدد کوچیکی میشه. این فوق العاده عدد کوچیک میشه یعنی تو مخرج عدد کوچیک میشه موقعی عدد به عدد کوچیک تقسیم میشه میبره بالا. اگر چنانچه سکندر وریبل اسپسیفای شده مسئله قابل حل نیست. چرا؟ چون استیفنس میتریکس دست نمیخوره سینگولار میمونه و شما نمیتونید مسئله حل کنید. باید یه دونه پرایمری یه دونه سکندری بدید یه دو تا پرایمری بدید. حالا یه دانشجویی فکر کنم هم دوره خانم مهندس نبود چون 99 ایشون 98 دوره مهندس عسکری محسن عسکری من ازش خواستم که توی این مطالعه مستقلی که انجام میدی بیا به این سوال پاسخ بده. خواهش کنم به سوال فکر کنی اگر چنانچه شرایط مرزی از نوع میکس بود و شما نخواستی به صورت منیوال دستی اعمال بکنی به این صورت این روش یا مشابه این که به صورت کامپیوتری کد نویسی بخوای این اعمال شرط مرزی میکس رو انجام بدی چی کار بکنی؟ و تو مطالعه مستقلش این نحوه اعمال شرط مرزی رو ممکنه من شرط بگه آقای آبدین اگر بخوای توصیه به من بکنی که من هم برم کنجکاوی خودم رو ارضا بکنم که ببینم چجوری این میشه چی کار بکنم چجوری شروع کنم. میگم تو این کتاب گریفیتس که من
تو رفرنس لیستم آوردم که فایننت المنت پروگرامینگ اسم کتاب هست. فایننت المنت پروگرام تو لیست کتابی که بهتون دادم اسم این کتاب هم هست. کتاب اصل کتاب هم تو کتابخونه من هست. همه کتاب بازش میکنی از اول داخلش خوده میشه. آقای گریفیس که یکی از بزرگان رشته هست سایی کامپیوتر بنویسه و یه سوال پاسخ داده نشده باشه که اگر چند شرط مرز از نام میکس بود چجور کد نویسش کنیم؟ کنجکاوش اینجوری ارزام میکنه چون واقعا هم دنبال سوال ها دنبال پاسخ سواله. کتاب رو نمیخونه که خوابش بگیره چشماش گرم بشه خوابش بگیره. کتاب باز میکنه میخواد پاسخ سوال رو پیدا بکنه و بعد تا پیدا نکنه بل نمیکنه. یه جورایی دارم بهتون میگم چجوری میتونید عاشق بشید. دقت میکنید یه جورایی دارم یه حرف میزنم. یه سوالی براتون پیش میاد سوگان روحتون هست میخواد پیداش کنید. الانم کنجکاو شدید. آبدینی برای پرایمری گفت چی کار بکنید، برای سکندری هم میگه جایگزین کنید اون ستون مربوطه رو توی سطح مربوطه رو توی بردار ثوابه. ولی بردار برای موقع میکس داشته باشیم میکس این رو هم عوض میکنه. مثلا فرض کنید تو گره چهار به ما یه شرایط مرزی از اون میکس داده بودن. البته من دلم میخواد هم از خودم بپرسم هم از شما بپرسم مفهوم شرایط مرزی میکس اینجی یعنی چی؟ آیا مفهومش این است که مثلا بگیم یه ضریبی سر بدره وی چهار به اضافه یه ضریبی ضرب در آی چهار مساوی با چیز این او بی سی داده شده؟ آیا منظور اینه؟ آیا تلقی ما از آی چهار که اینجا گذاشتیم یعنی شدت جریان توی مقاومت چهارم مقاومت چهارم کدومه؟ اینه این مقاومت المان چهار یعنی این سیم چهار. آیا منظور ما از ترکیب خطی میکست باوندری کاندیشن این هست که بگیم یه ضریبی ضرب در ولتاژ گره چهار به اضافه یه ضریبی ضرب در شدت جریان در المان چهار مساوی با یه عدد دیگری؟ آیا منظور ما اینه؟ که یه مقدارش به برق مربوط میشه حقیقتا. حالا ما باید تو آب ببینیم که مقدار تسلط بیشتری داریم این مسئله آبی چیکار میکنه. حالا اصل صحبت من این هست که میگم اگر شما با دست بخواید شروع کنید این اعمال بکنید میگید کاری که نداره من میام از اینجا آی چهار رو به دست میارم. حالا تازه من یه سوالی هم دارم که این آی چهار اینجا که مجموع اینا دو توی هست آیا واقعا این آی چهار شدت جریان تو گره تو لوله چهاره؟ خواهش میکنم یکی از دوستان دو جمله بگه من دو این شکل نشونش بدم. آی دو سه آی دو سه اولا چون سوپر اسکریپ سه هست من دارم نبنی صحبت میکنم. بعد آی دو که میگم یعنی اینجا بذار به رنگ دیگر بنویسمش. این هستش آی دوی سه. آی دوی چهار آی دوی چهار این یکه این هم چیه؟ دوه. پس این میشه دینه در نتیجه اگر شنش من اینجا بیرگره چهار بکشم بیرون این یکی میشه اینجوری برای عمل اکسل عمل دارم داشت نگاه میکنم این میشه آی دوی سه
این هم عمل احسان زمانی بهش نگاه کنم میشه این قایدوی چا ای که با اون چیز نمیخونه. من تو ذهنم بود که بگم آی چهار سدت جریان تو لوله سیم چهارمه علمان چهاره در حال که اینجا داری میگی آیدوی چهار شدت جریان توی سیم چهارمی هست، نه جمعینات دو جمعینات دو تایی صفره. چرا؟ چون کریکاس کرندلا به من میگه اون چیزی که میاد باید با اون چیزی که میره برابر باشه، چیزی نمیره بیرون، چیزی وجود نداره که بیرون بره، در نفس چیزی که میاد مجموعش باید صفر باشه. یعنی اولا من اینجا باید صفر بذارم، اینجا من باید صفر بذارم به جایی، یعنی آی چهار صفره. باز اینم که نگاه بکنی تحلیل بکنید، نه کاری هست که خودتون باید انجام بدید و برای گره 3 کرکاس کرده دار، برای گره 2 کرکاس کرده دار بنویسید، به احتمال زیاد اینجا این صفر میشه، اینم صفر میشه، اینم صفر میشه. حالا این صفر که اینجا میذارید بعد باید مالیفایش بکنید برای مسئله داده شده. خوشبختانه حال به تا چهار هم صفره، اگرچه همچه به تا چهاری عدد دیگری بود، یعنی بولتاژ در گره چهاری عدد دیگری بود، هم عدد در اینجا میبشتیم. امیدوار هستم این توضیحات جنبی بهتون کمک بکنه که مقداری قضیه فقط ریاضی صرف نبینید. فقط اگر ریاضی صرف نمونید به کوچکترین تغییر تو جلسه امتحان جام میکنید. یعنی ببینید خیلی خوب من همین که یاد گرفتم کافی، نه خیر، باید به جایی که این چیه که من سفید دارم این برد سبز نوشتم رو شما بهش نهایت داشته باشید، اون چیه که نوشتم رو بهش نهایت داشته باشید، اصطلاحا میگن بیتوین لاینه بهش نهایت داشته باشید. به اونا چیه؟ بیتوین لاینه از خود شما امتره که توضیحات کردن دادم. الان همین دیدی دیگه، اینجا من تراقیم اینجور گفتم منظورم از این آیچاره چیز هست، شدت بدنی به ازلا شدت جریان تو گره یا سیم چهار هست، بعد شدت جریان تو سیم چهار با این آیچاره یکی نیست. دیدید که این هست، این شدت جریان تو این سیم هست و بعد من قرارداد با خودم بستم که اینها رو به طرف داخل به این طرف ملاحظه میکنیم که اینها رو به طرف هم طوری مثل فشاری نشونش بدم که بعد موقعی که تو گره هستم همیشه تو گره این فلو میشه، این فلو این تو دنو میشه اگر با این قرارداد برم. اگر یکی گفتش نه اینجوری نه رو اینجوری برو، این باعث میشه که موقعی میرم توی ریبادی به تعبیری برای گره بکشم میشه out of the front end موقعی اینجوری بگیرم. خیلی خوب، این هم استپ چهار و این هم یه سوال خود پرشه در تات قضا برای فکر بیشتر. بعد از که شرایط مرزی رو اعمال کردیم، یعنی استپ شیش رو اعمال کردیم، استپ هفت این هست که بریم حل کنیم این سیستم رو، یعنی بگیم V مساوی هست با K پرایم اینورس ضرب در F پرایم. یا با یه روش عددی مثل گوسیان الیمینیشن یا گوسوردن الیمینیشن گوسیان الیمینیشن یا شروع کنیم این سیستم جبری خطی همزمان رو حل کنیم. استپ هشت باید رو مدارس همگرایی انجام بدیم و خطا حساب کنیم. اینجا اون اچ ریفاینمنت یا پی ریفاینمنت یا اچ پی ریفاینمنت موضوعیت نداره. چرا؟ چون معنی نداره که من بیام یه سیمی رو چند تکه بکنم،
پیشاپیش المان ها تثبیت شدن و ایز ریفاینمنت یا پی ریفاینمنت. حتی پی ریفاینمنت هم موضوعیت نداره، یعنی چه من اینجا دو بزنم چه پنجا بزنم تأثیر تو قسمت بعد نداره. لذا اگر چنانچه خواستیم عملا یه ایده داشته باشیم که این کدی که نوشتیم درست هست و بلد هست، باید مثلا روی نرم‌افزاری مثل اسپایک یه نرم‌افزار برمیم شروع کنیم این شبکه تحلیل بکنیم، بعد جواب اون رو با این چیکار کنیم مقایسه کنیم ببینیم این جواب ما با اون میخونی یا نه، اگه خود کدومون درسته. بعد اگر چنانچه نخون برگردیم ببینیم کجا اشتباه کردیم. استپ نو Do additional computation if required. برید خب میدونید موقعی که شما استپ هفته برداشتید، خانم مهندس غلامی استپ هفته برداشتید فقط بهتون میگه ولتاژ گره ها چقدره. Do additional computation برگردید ببینید خواسته اصلیتون چه بود. خواسته اصلیتون فقط به دست آوردن پرایمری در گره ها نبود، خواسته اصلیتون پرایمری در گره ها، سکندری در سیما بود. یعنی ادیشنال کامپیوتیشن تو میشه محاسبات آی برای آی از یک تا چهار. من تعداد چیز رو هم دارم منطقه برای سرجوی در بعد چون نوشتن جوابها رو تابلو خیلی قمچه به دل نمیزنه. من جوابها هم دارم چون سوال امتحانی بوده، مثل این تکالیفی که برش سوال امتحانی که عملا اسکن کردیم براتون فرستادیم توی ایمیلتون، این هم همه کار کردیم ایمیل کرده بودیم به یا نه ایمیل مبهن نه اون موقع میمدن برگاهشون حضوری میدیدن، ولی الان دیگه اینجا موضوعیت نداره. این سر مسئله آبیه بیشتر مسئله آبیه هم چیکار شده. یه شبکه حالا تصادفا من یه جوری کشتم که الان مثل این کسی تو مسئله تحصیل کار فنر دارم میکشم، هم مسئله فنر هم مقاومت هم لوله، ولی سه تو مسئله متفاوته با سه تو قانون مختلف برای حلش. اینجا این کیو وارد سیستم میشه، و اینجا هم
نامگذاری المان ها رو داخل پرانتز و نامگذاری گره ها رو به صورت عادی. ما اینجا 5 المان داریم. المان 1 R براش 2A هست. R 1 میتونم حالا فعلا خودش R-راش بنویسم، بعد بیرون بیام مقدار اینا رو بنویسم. R 3 R 4 R 5 اینا در واقع حالا توضیح میدم که این R چی هست. آر یک هستش 2A، آر دو هستش 5A، آر سه هستش 2A، آر چهار هستش 2A، آر پنج هم هستش 6A. مقاومت یا تعبیر که حالا به کار برم توضیح هم بیدم چجوری اینا به دست میاد رو به ما داده. ای معلوم نامگذاری گره ها، برای نامگذاری گره ها باز همون داستان اپتیموم نود نامبرینگ یا اپتیموم این گره یکه. این گره دوه، این گره سه هست و این هم گره چهار. آبیا پک نامبرینگه یا الیمنت نامبرینگه، قرمزا نود نامبرینگه. دانشجوها مثل شما دورهای قبلی که این درس رو داشتن، درس رو داشتن، دو تاشون تز فوق لیسانسشون رو هم شبکه گرفت. سرکار خانم صمیمی، زهرا صمیمی و آقای دکتر نیازکار، این دو تا دانشجوی کارشناسی ارشد تزشون رو همین مسئله تحلیل شبکه‌های آب با استفاده از فناوری. حالا من از شریفی چون رشته جوابی می‌پرسه میگه خب سوال چی شما دارید اونجا که دو تو تز روی شبکه به سادگی. You have to be patient. یعنی چی؟ صبر باش. میگم سوال فاید پاسخ چی بود. خب استپ یک، استپ یک این هست که ما بیایم این شبکه داده شده رو دیسکریتایز کنیم. شد. منتها میگیم مصداق عینی دیسکریتایز شدن شبکه پاسخ به دو تا سواله. سوال یک تایپ آف المنت، اینجا چیه type of element؟ type of element علمان دیگه.
سوال دوم نمبر آف المنت. چند تا المان داریم؟ پنج. پنج تا المان داریم. استپ دو. ما برای شروع مواجهه با استپ دو اولین تصمیمی که باید بگیریم این است که پرایمریمون چیه، سکندریمون چیه. کلیه شاخه‌های مهندسی منابع آب ما دنبال دو تا میدان هستیم، میدان فشار، میدان سرعت. فشار در گره، سرعت در لوله. حالا سرعت دبی هم میشه بگیم در گره. خب کدوم پرایمری بگیریم، کدوم سکندری بگیریم؟ میدان فشار رو پرایمری بگیریم، میدان دیسچارج رو پرایمری بگیریم. باید اونی رو به عنوان پرایمری وریبل بگیریم که در یک گریه اپسیلون این برای اپسیلون این بعد پیوسته باشه. دیسچارج نمیتونه پیوسته باشه. چرا؟ چون اگر دیسچارج خواستید به عنوان پرایمری بگیری باید این که توی این میاد با این که میاد توی این با این یکی میشه یکی باشه under no condition. پس بنابراین دیسچارج نمیتونه پرایمری باشه، دیسچارج سکندریه. پرایمری میتونه میدان فشار. خب ما باید اینجا بگیم estimated value of pressure over element E as a function of X can be written as N sub I P sub I مراجع بعضا هزیتیشن هم دارن، اجتناب هم میبرزن از اینکه این کار بکنن. علت چند روشنه که چرا پرهیز میکنن، میگن های آبینین X چیه اینجا؟ که من شکلی که میبینم دو بعدی، این اکس شما اینجا چیه؟ بعد من میگم این اکس برای منظور اولا این اکس گروه هست، این اکس برای هر المانی شروعش. مثلا برای المان جا میتونی اینجا بگیری شروع المان مبدع این، یعنی این اکسه برای هر المانی فرق میکنه. حالا چه اصرار داری که حتما بنویسی؟ میگم اگر یکی علاقه من بود که بره فشار در این نقطه حساب کنه این رابطه بهش کمک میکنه. کی؟ نه الان کمی نامعلومی تو قدم اینو که این نودال ولیو ها معلوم شده، ما با داشتن شیف فانکشن و ضربش در نودال ولیو ها میتونیم بریم در هر نقطه که اراده بکنیم به دست داریم و اکس هم مبدع اون بگیریم. اگر اکس رفتیم مبدع هر المان گرفتیم شیف فانکشن همون دیگه باید اصلاح بشه بر اساس اکس که اینجا مثلا برای این اکس اینجا گرفتیم تون باشه. که حالا باز اینجا همون سوالی که از بچه سازه پرسیدیم اینجا هم مطرحه. سوالی که از بچه سازه پرسیدیم گفتیم اینه، اگه فنر رو شما رفتید بیش از ناحیه ارتجاعی کشیدید یا بیش از ناحیه ارتجاعی فشردینش، دیگه رابطه یه خطی هوک صادق نیست. شما میتونید یه زحمت بکشید بپرسید سوال رو میدونید چی چیه؟ فرمون تو ناحیه پلاستیک به چه صورت خواهد بود؟ بعد اون فرمول ناحیه الاستیک رو داریم و اون فرم باید با اون فرمول ناحیه الاستیک با هم باشه یا جدا جدا باشه؟ یا کلا مدلینگ یک مسئله یه، چون فکر میکنم آقای دکتر برومن تخصص هستشون هم فانتلمنت غیر خطیه، یعنی فانتلمنت غیر خطی هست یه درس مستقل میدن. این سوال رو از بچه سازه بپرسی یا این سوال بچه آمان باید این سوال جواب بدن؟ بچه آم
تعبیر بکنیم برای بچه ها، بگیم بچه ها اگر رابطه بین یعنی رژیم جریان در داخل لوله لامینار بود، رابطه بین پرایمری و سکندری خطی میشه. من به دست میارم امروز براتون رابطه بین پرایمری و سکندری رو به دست میارم براتون، ولی اگر چنانچه رابطه بین پرایمری و سکندری خطی نبود، ببخشید رژیم جریان تور بلند بود لامینار نبود، دیگه رابطه بین میدان فشار میدان سرعت خطی نمیشه، غیر خطی میشه. بعد سوال این هست که اگر چنانچه رژیم جریان غیر خطی بود، تحلیل ما با فاینل المنت چطور میشه؟ این شنکزه این دو بزرگوار که حالا توضیح میدم سوال فاقد پاسخ چی چی بوده. استپ 3 دیفرنشیال فرمولیشن تبدیل به ویکتر اینتگرال فرمولیشن کنیم. برای سیستم دیسکریت مثل که پشت سر من هست، شبکه‌های آب، شبکه برق، شبکه فرق و اینها، معادله ما پیوسته نیستند. مجهول ما زیر چتر دیفرنشیال نیست. حالا یا توتالش رو جزئیش. لذا این استپ 3 اپلیکیبل نیست. استپ 4 اینقدر این نقطه استفه رو میبیسیم که میگید آقا من پرچم سفیدم بردم بالا دیگه ملکه شد تو ذهنم، چون همین کار میکنیم همش. منتها مشکل ترین بخشی کار شما استفه چهار. چرا؟ چون باید یه حکیم باشی. یعنی چی؟ یعنی از زمین رشته بودیم هم مقابل مساده، هم ها، هم بر، هم سازه. حالا موقعی رفتیم سراغ خرپا میبینید با خرپا دیگه براتون مختصات هم مهم میشه، لوکال کورنر سیستم هم مهم میشه، لوکال کورنر سیستم هم مهم میشه، چون جو اصلا پرایمریتون دیسپلیسمنته، دیسپلیسمنت تو گره چقدر در جهت ایکس آف میشه، چقدر در جهت واج آف میشه. و اون مثالی که صورتی براتون دادم کارمان از خرامی الان کنچکا میگی وای مسئله غیر نامعین نمون داده، میگه برید حل میشه نامعینه دیگه، چون مفسده. یعنی شما دو تا مشهور تو تکیگاه اولی، دو تا مشهور هم تو تکیگاه دومی، یه مشهور هم توی فنر دارید، پنج تا مشهور دارید از مواد اکثر هم سه تا مواد بیشتر دارید. معادلات مجموع نیروها در جهت x، مجموع نیروها در جهت y و خیلی من کنجکاو هستم. بگم این مثلا توی تحلیل یک بهتون داده بودیم چیکار میکردید؟ فکر کردید روش؟ اگه مسئله سومی رو تو تحلیل یک بهتون داده بودیم برای چی کلاسی که نمتونستید حل کنید؟ که این مجموع نیروها در جهت اکس، مجموع نیروها در جهت وای، صفر و مجموع لنگرهای نیروهای خارجی و این شبکه صفر. سه تا معادله دارید، پنج تا مجموع دارید. چون ما که از 63 فاصله گرفتیم، میگه 63 به بعد همچه دو تا دفترچه محاسبات پل داریم که هنوز در ساده و سازه و خط تاثیر و این چیا استفاده کردیم، ولی هنوز داغ بوده، هنوز مرکب دانشنامه لیسانس خشک نشده بوده. ولی الان من ازم بپرسید چی کار بکنم، باید برم بیشترم بخونم. یعنی منظور از بیشتر میخونم یعنی میخوام بگم از فنتلمنت مجاز نیست در کنیم، چون فنتلمنت تو لیسانس میخونیم، تو لیسانس چی کار میکنیم؟ سوال روشن میکنم من نیست. استپ 4 کامپیوت المنت پروپرتیز. من قبل از اینکه شروع کنم خاصیت المان رو حساب بکنم، اینجا یه المانی بکشم بگم پرایمری چیه، سکندری و هایپر چیه و چجوری باید نمایششون بدیم. این گره یکه، این گره دوه و این
یه جهی هست، این هم پی دوی ای هست، این کیو یک ای هست و این هم کیو دوی ای. آیش من سرکی میپرسیم یا آیا بیدین شما گفتی دنبال میدان فشار میدان سرعت هستیم، چرا اینجا میدان دبی رو کشید؟ میشن دیگه میدان سرعت زرد از سطح مقدر کن چی به دست میاد؟ دیگه دست کیو یک برای علمانی، کیو دو برای علمانی میشن سکندری، پی یک و پی دو در علمانی میشن پرایمری. و ما رسالت ما این است که موقع میگیم بری خواست علمان به دست بیاری، بری شروع بکنید بگید که این چارت مشهور چجوری به هم مربوط میشن. خوشبختانه یک نکته ظریفی که توی سه تا مثال الان نظر عزیزان رو به خودش جلب کرده و من حالا من اصلا تاکید روش داشته باشم، چه فنر چه مقاومت چه لوله در مقیاس ما چارت مسئول داریم. اوکی؟ خب بریم به این سوال پاسخ بدیم که این رابطه بین چارت مسئول چجوری به دست میاد. به عبارت یه سوالی تو ذهنمون شکل بگیره، چون قدم چهار گفتم مشکل در این قدم، یعنی شما تو امتحانی مسئله بدین که قبلا ندیده باشید و بخواد شروع کنید سب چهار برش بنویسید، باید شروع کنید این کانسپچوالیزیشن ها تو ذهنتون گوگل بدید، ولی که ارتباط بین این دوتا پرایمری و سکندری رو تدوین کنید با دانش میکانیک سیالاتتون قوی باشه. من بگی من چجوری میتونم میدان فشار میدان سرعت مربوط بکنم؟ فلوچارت رو بیارم تو ذهنم، تبیین هدف، تبدیل هدف به مدل مفهومی، تبدیل مدل مفهومی به مدل ریاضی، کنار تبدیل مدل مفهومی به مدل ریاضی باکس گفتی برای تبدیل مدل مفهومی به مدل ریاضی ابزار شما اینا هستن، قوانین بقا. همینجوری تعامل بکن ببینی این قوانین بقا برای برقرار ارتباط بین اینا اونها چی هستن. میدونید در من فلوچارت نمیگم، فلوچارتی که از اول تا انتهای کورس هر تکلیف بهتون دادیم یه سوال از فلوچارت روش گذاشته بود. اگر چنانچه فرام از خلام این از این بری بود، این هم از این بری بود، میگفتیم برابر ها؟ ولی چون یکی از بری یکی از این بریه میگه مخالف هم هستن. اگر یکی از اون پرسی گفتش این از کجور میگه ملاقات کانسرویشن هم هستن
نه جرم دیستروی میشه نه تولید میشه. این چیزی که میاد همین خارج میشه. چون مخالف علامش مخالف کشتیم اینجا. خب با یه معادله که نمیتونیم خارج لو ببریم باید قبل دیگری نمیده نیست لاو کانزرویشن آف لینیر مومنتوم تو دوله ها لاو کانزرویشن آف لینیر مومنتوم برای بیشتر پاسخ به سوالاتی بود که میخواستیم مثلا بگیم این اگر چنانچه این لوله در تماس با یه دیواره تغییر جهت میده چه نیروی در نتیجه تغییر سرعت به دیوار وارد میشه بیشتر لاو کانزرویشن آف انرژی استفاده میکرد یعنی رابطه انرژی رو بین نقاط یک و دو میفرستیم بس میرسیم لاو آف conservation of energy law of conservation of energy میگه چی؟ law of conservation of energy میگه کل انرژی در ماده یک مساوی است با کل انرژی در ماده دو به اضافه افت فشار از نقطه یک تا دو okay. پس بنابراین من برای که یه مقداری حق مطلب ادا بشه و بتونم زیرش بنویسم بیام پایین شروع میکنم این رابطه رو اینجا میسم یه مقداری دارم با حوصله این قضیه دنبال میکنم که با شأن نزولا آشنا بشید یعنی بیشتر حرز ماهی گرفتن رو یاد بگیرید تا اینکه چشم بسته یه چیز رو تابلو بنویسیم و بریم پس بنابراین باید بگیم پی یک روی گاما برای زمان ای به اضافه زد یک برای زمان ای مفهوم زد یک چیه بچه ها؟ یعنی ارتفاع گره یک از سطح ممنون به اضافه بی یک برای المان ای به توان دو بخش بر دو جی این میشه کل انرژی سیال در گره یک مساوی پی دو به گاما برای المان ای به اضافه زد دو برای المان ای به اضافه وی یک وی دو برای المان ای دقت بکنید که دو سوپر اسکریپت داره به دو جی به اضافه افت فشار در گذر از نقطه یک به دو حالا من شرفی سالی که میپرسم میگه آقای رابطینی چرا بین نقطه یک دو دو نمیشتی؟ چرا از دو به یک نمیشتی؟ چه فرق نمیشتی؟ من فرض کردم فعلا جریان از این باید یعنی پی یک بیشتر از پی دوه اگه از این برای نوشتم خواهش من دقت بکنی نقطه مهمی اگه از این برای نوشتم یعنی جریان از این برای گرفتم پی دو بزرگتر از پی یکه و اگه چنین میاد این الان اینجا فرض کردم که پی یک بیشتر از پی دوه یا کلن انرژی سیار در گره یک بیشتر از انرژی سیار در گره دوه به طور که جریان از گره یک به گره دوه به طور که این افته این طرف برای بگیر خب این رابطه از کجا بردم؟ آقای مندز مکانیک سیار الان ورکبله الان قابل استفاده است برای مسئله فرنترینت خیر باید یکم شروع کنم منیپولیتش کنم خیلی خوب اولین سوال که طرح میکنم و بعد یواش یواش تزهار خدمتتون میگم که تزهار چه سوال فاید پاسخی توش در اومده این است که خواهش میکنم بنویسید اینا من بیان میکنم ولی شما این ننویسید یادتون میره
اگر چنانچه این المانی که انتخاب کردم قطب در فاصله بین یک و دو ساله باشه به یک بابی دکترم، اگر چنانچه قطب این لوله ای که یک رو به دو وصل میکنه ثابت باشه بی یک بابی دو بله. اگر چنانچه گره یک و گره دو در یک تراز باشن این هم با این سو میشه زده میشه. پس باید آتون باشه که اینا رو میزنیم با چه منطقی میزنیم و این هم بزنیم چه دو میشه. مثال بزنیم، اگر یکی گاه های آبی دیدیم میشه تو این دونه سرعت های یکسان نباشه، میگم به مجردی که یه جای سرعت یکسان نبود همونجا باید یه گره تعریف کنیم. مثلا گفتن اینجا تا اینجا سرعت میگه که اینجا مثلا یه پرشر ریدیوزینگ ولو گذاشتید ها؟ یا ولاسیتی ریدیوزینگ ولو گذاشتید، یه شیر کاهش فشار، یه شیر کاهش دوی گذاشتید، باید همونجا بیاد یه المان بگیرید این رو ها؟ با این المانه شروع کنید داخل رو، داخل المان رو سرعت رو ثابت هست. پی یک باقی میمونه، پی دو باقی میمونه، اچل هم داریم. خب اچل اینجا افت فشار در بزر از نقطه یک به دو. چهار تا قانون داریم برای اچل: دارسی وایسباخ، هیزن ویلیام، منینگ، شزی. منینگ و شزی معلوم به چی هم؟ هیدرولیک هم. هیزن ویلیام و دارسی وایسباخ معلوم به چی هم؟ پرشر از فلو هستن، جریان تحت فشار هستن. خب پیامن ناشی از انتخاب یکی از دکتا چی؟ خیلی زیاده، خیلی زیاده. مثلا میکشی به بوهای آبدینی میگه اینقدر زیاده. شما اگر چنانچه جریان تون لامینار بود برید بگردید کتاب ها رو ببینید هیزن ویلیام برای لامینار فلو چی میشه. آیا ببینید ممکنی یه یادآوری بکنی اصلا هیزن ویلیام میوه چه درختی بود که حالا میخوای بگی برای لامینار فلو اصلا هیچ اکامودیشن نداره؟ به طور کلی توی فرمول هیزن ویلیام یه ضریبی هست به اسم سی هیزن ویلیام که مثلا برای لوله های پولیکا سر سی. هیزن ویلیام نیامده بگه اگر لامینار بود سی هیزن ویلیام چقدر طول بلند بود هیچ سی، ولی دارسی وایسباخ آمده میگه، دارسی وایسباخ میگه اچ‌ال مساوی از با به طور کلی اف ال روی دی ویدو دیدوی این فرمول دارسی وایسباخه که اچ‌ال رو به طول لوله، قطر لوله و سرعت آب در داخل لوله مرتبط میکنه. از نظر ابعادی هم اگر چک کنید ببینید وضعیت این رابطه اصلا هم دینی ابعادی رو الزام میکنه یا نمیکنه، F بی بوده، L روی D هم بی بوده، V دو روی دو جی دیمانسینش متره که میشه دیمانسین اچه متر. برخلاف رابطه هیزن ویلیام که میاد اون گاربیج پارامتر رو سی هیزن ویلیام میگیره، ولی اینجا آقای منس شریفی باز کنچکاف شد، باز برش سوال دارید شد. برم چک کنم ببینم این درس آن فاضلاب که گرفتم اپانت یا مکنت یا واتر جیمز یا لوب افت فشار از چه قانونی استفاده میکردن. چهار تا نرم افزار مثال زدم معاملاتی لحظه ها، از چه نرم افزار استفاده کردن؟ اگر چنانچه من خواستم جریان رو لامینار بگیرم چجوری میتونم اصلا لامیناریتی رو تو هیزن ویلیام ببینم، تو شزی ببینم،
توی من این ببینم، من این میاد میگه این برای لبینا اینه، برای توبلن اینه. شزی کوفشن میاد میگه برای لبینا اینه، برای توبلن اینه. No way. از این چهار رابطه فقط تنها رابطه ای که بین لبینا و توبلن تمایز قائل میشه فرمول داره سایز ها. مساوی از ها 64 روی بینورد نامبر، اگر چنانچه بینورد نامبر کوچکتر از چقدر باشه؟ 2000. حالا ما برای اینکه این
وقتی اینجا که بی هست شد اینجا که بی داریم یه تبدیل به کیو میکنیم میمیسیمش مساوی با CO2 میو بخش برای همانی دو به جای بی میزنیم کیو بخش بر چی؟ ای بعد به جای ای هم میزنیم بی چهارم دی دو CO2 میو بخش برای همانی دو کیو بخش برای پی چهارم دیدو. خب این هم یک کمی باز ساده کنیم می شود چهار میان بالا دست دیدو زر می شود چه 128 میو تقسیم بر گاما پی دی چهار کیو. خب برای این مسئله که اینجا تعریف کردیم اگر چند چه من اینجا یک ای اینجا بذارم یعنی بگم HL برای المان ای بعد اینجا باید یه ای بذارم همطوری ای ها با منه بعد اینجا عملا چون در جرس گردنم از یک به دو گرفتیم این میشه چی؟ قبوله؟ میشود 128 میون بخش برای گاما پی دی 4 کیو 1 به توان 2 حالا به جای HL هم میتونیم بریم از بالایی بذاریم دیگه میتونیم بذاریم پی 1 منهای پی 2 بخش برای گاما پس بنابراین پی 1 منهای پی 2 بخش برای گاما پی 1 منهای پی 2 بخش برای گاما مساوی با HL HL هم مساوی اینه هستش 128 میو بخش برای گاما پی دی به قوه 4 در چی؟ 1 این گاما با این گاما چطور میشه؟ زده میشه و چون قاعده ما این هم از هم توی شبکه آ شبکه بعد هم توی چیز همیشه باید یک کاری بکنیم که ضریب سکندری برای بری یک بشه برای چی اینو لازم داریم؟ برای موقع اصلا بریم میخوام انجام بدیم خب چجوری این کار بکنیم؟ اینجا میمیسم آمیز بایی باید میمیدی چرا کیو یک گذاشتی کیو دو نداشتی؟ چی؟ چون ما اینجا جریان پس کردیم از گره یک گره دو و اینجا هم جهت کیو یک از این من یعنی اگر چنانچه من الان خواستم رابطه دومی رو بنویسم میام دوباره همین رابطه رو می‌نویسم به جای کیو یک میزم به نای کیو دو تو فنر هم یادت باشی همچه کار گرد گرفت من داشتم این رو پاک میکردم که سوال پرسیده شد میشه پی دی به قوه 4 بخش برای 128 میو در پی 1 ای منهای پی 2 ای مساوی با کیو یک اگر چنانچه خواستید تکلیف کیو دورم روشن کنید میگید هستش پی ای چهار بخش بر 128 میو پی دوی ای منهای پی یک ای مساوی با چقدر هستم؟ مثل این منفی در این منفی ضرب که قدم طرف داریم بعد ما این رو به صورت چیز می نیستیم ما چیزی می نیستیم
اگه بخوام به صورت ماتریسی بنویسیم اینجوری میشه پی دی 4 بخش بر 128 میو یک منهای یک منهای یک یک ضرب در پی یک ای پی دوی ای مساوی با کیو یک ای کیو دوی چی برگردیم استپ چهار رو با هم مرور کنیم. از قانون پیوستگی جرم و قانون پیوستگی انرژی استفاده کردیم، رفتیم با این متدولوژی خواص المان به دست آوردیم. این میشه ماتریس سختی در مقیاس المان، این میشه بردار مقادیر گرهی، این هم میشه بردار مقادیر سکندری. پس بنابراین این که هست element stiffness matrix vector of element nodal values vector of element secondary value. تکرار element stiffness matrix که سینگولار هم هست. یعنی چی سینگولار؟ دیترمینان صفر. این vector of element nodal values vector of element secondary value. چهار تا مسئول تو این به کار رفت. هشت بده یک ده دقیقه دیگه تمامش کنیم و شما پنج دقیقه واسه ما نمیزنیم اون کلاس چقدر نمیم من صورتم در رو کمه استپ پنج استپ پنج باید بریم assemble element properties to obtain سیستم پروپرتیز. خب عملا اینجا دو تا رویکرد برای اسمبلینگ رو خدمتتون گفتیم. باید شروع کنیم برای هر المانی تو روش اول استیفنس میتریکس رو بنویسیم، استاتوس ستونا رو گلوبال بنویسیم. همچنین عملا اینجا نیاز داره به اینکه ما نود کانکتیویتی تیبل رو بدونیم، یعنی یه جدولی ترسیم بکنیم بگیم این المان های مختلف تو لوکال نامگذارشون چجوریه، توی گلوبال نامگذارشون چجوریه. چون دوباره باید جلسه یه روز سه شنبه این نوتانه کلیتیبل رو بنویسیم، همینجا که استپ چهار رو خدمتتون گفتیم، استپ پنج رو که مربوط به نوتانه کلیتیبل هست رو میزه روز سه شنبه خدمتون عرض میکنیم. دست هم بگی درد نکنه.